ملا برادر معاون نخست وزیری در مصاحبه با تلویزیون ملی میگوید حکومت شرایط بر رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده و جهان باید دولت فعلی افغانستان را بر رسمیت بشناسد ملا عبدالغنی برادر درباره حکومت همه نیز گفت در جریان مذاکرات صلح دوحه آمریکا نامهای افرادی از دولت قبلی را به آنها داده بود تا دولت مشترک ساخته شود اما آنها این پیشنهاد را نپذیرفتند و گفته ملا برادر تصمیم بران شد که چهره های دولت قبلی نباید در نظام فعلی جا داده شوند زیرا آنها به فساد عادت دارند اسلامی افغانستان ملا عبدالغنی برادر از چهره هایی که کمتر در رسانه ها ظاهر می شود او دیشب در گفتگو با تلویزیون ملی در باره موضوعات مختلف از جمله آزادسازی پل های منجمید شده و بر رسمیت شناخته شدن حکومت سخنان را مطرح کرد برادر گفت حکومت فعلی شرایط برسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده و باید برسمیت شناخته شود. اگرچه اسلامی امارت برکڑی دی چاغه بالا د پیجندلو شرایط وته مناسب دي. یین بالا باید په رشمیت پیجندلی وای. دا چې نه پیجینی نو دا د یو لکه یو ظلم چي کی بحث دیگری که این روزها در داخل و بیرون افغانستان بر آن تاکید می شود بحث تشکیل حکومت همشمول در افغانستان است ملا برادر ما در اینجا گفت در زمان مذاکرات دوها امریکایی ها نام افراد را از حکومت پیشین به آنها داده بود تا حکومت مشترک ساخته شود اما آنها تصمیم گرفتند که به چهره های حکومت پیشین در حکومت فعلی جا داده نشود را... ترگیه به مثلا مشر په نظام کې نشکدلی زکه دا شنه چې دغه کې یو پنځه کافي یا ټول نظام په برنامېږي زکه د خپل عادت سره او لري نه چکه ما دته د لوري کې د پسادو کې د غلا او د کتلو کې هرشي او هغه به د بی اهم کې نو زکه موږ خپل نظام په داس خرق بننه بدنامو نه په خپل د ریکراولو با این حال ملا برادر می کابینه فعلی سرپرست و موقت است و در دراز مدت افراد دارای اهلیت تا سطح معاون و وزیر در کابینه جایگزین خواهد شد. او همچنین تاکید کرد در نظام فعلی قوم اکثریت و اقلیت مطرح نیست بلکه اهلیت و شایستگی مدی نظر گرفته می شود. معاون نخست وزیر درباره گزارش از قتل و شکنجه نظامیان پیشین نیز گفت رهبری حکومت فرمان عفو عمومی را صادر کرده و بر اساس این فرمان همه شامل عفو می شوند. این در حال است که اخیرا گزارش های از قتل و شکنجه نظامیان پیشین در رسانه های اجتماعی و کنش های گسترده ای را در پی داشت. برادر همچنین در بخش صحبت و با رد سخنان رئیس جمهور پیشین گفت برنامه برای ترور اشرفغنی نداشتند. برای بحث بیشتر این خبر همکنون اکنون مصطفی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را در استودیو با خود داریم. آقای الزاده سلام و وقتتان بخیر. به عنوان سوال اول تفاوت تعریف سران کابل با جهان از حکومت همشمول در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما همکاران عزیزتان ببینید با روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان نیازمند یک تشکیل دولت همه شمول و فراگیری در جامعه افغانستان بودیم اما متاسفانه با مرور زمان و اینکه طالبان عملا سرپرستی و تمام وزارت خانه های خود را اعلان کردن و یک دولت همه شمول در جامعه افغانستان اینها شکل ندادن و این باعث شد که بحث بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا از سوی کشورهای همسایه افغانستان به معطل بخورد و این مبهم و این بحث بر رسمیت شناختن تا حدود مبهم باقی ماند ببینید دیدگاه طالبان امروزه ها که در حاکم از در افغانستان این مسئله است که از دید طالبان حکومت فعلی و حکومتی که امروزه به عنوان سرپرست اعلان شدن حکومت همشمول و حکومت فراگیر بودن چون طالبان معتقد به این مسئله استن با همین نیروی جنگی و با همین اساکری که اینها داشتن 20 سال مبارزه کردند و به بالاخره میدان جنگ و میدان مناظره اینها پیروز شدن اما از دید جامعه جهانی در جامعه افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنند و نیازمند است اینها باید در حکومت شکل بگیرد حکومت تقاوومی و تق هیزوی در جامعه افغانستان هیچگاه در طول تاریخ هیچگاه ثابت نبوده و دوامدار نبوده بلکه این حکومت همیشه وقت در مرور زمان متزلزل شده پس دیدگاه طالبان از ایجاد حکومت هم این مسئله است که رهبران سیاسی گذشته رهبران که 20 سال در جنگ و در منازعه و همیشه وقت اینها به دنبال فرصت و به دنبال قدرت بودند اینها در افغانستان باید در قدرت سهم نباشد بلکه افراد طالبان باشد اگر طالبان واقعا به دنبال ایجاد یک حکومت همه شمول هستند و نمیخوان رهبران گذشته افغانستان در قدرت باشن بین از رهبرانی که در قدرت نبودن از جوانایی که در قدرت نبودن از سیاسیونی که در قدرت نبودن اینها وفادار به افغانستان است. از اینها استفاده کند از همه اقوام از پشتون تاجک، جک هزار و ازبک همه اینها باید استفاده شود به ایک حکومت واقعا هم شمول ایجاد شود نه به صورت سیستماتیک نه به صورت سمبولیکی که امروز در درون طالبان و در درون حکومت طالبان دیده میشه چون مسئله بله آقای ارزاده حکومت طالبان مسئولین حکومت قبلی را به سراحت و فساد متهم کردند به نظر شما عدم حضور مقامات حکومت پیشین در بدنه دولت کنونی چه مشکلاتی را میتونه ایجاد کنه ببینید جایگاه رهبران گذشته افغانستان در افغانستان با توجه به شرایطی که پیش آمد و نظام سیاسی سقوط کرد اگر چه احتمال میرفت که رهبران جایگاه خود را باید از دست بده اما یک تعداد افراد افغانستان هم, هم امروزه به دنبال این رهبران میرن و به دنبال رهبرپروری در جامعه افغانستان هستند و این باعث نگرانی برای مردم افغانستان در آینده هم خواهد بود پس طالبان در تلاش باشند از رهبران به استفاده نکنند اگر اینها مایل دارند در, در ایجاد و حکومت جمع شمول باید به دنبال این مسئله باشند. که از اقوامی که به عنوان نمایندگی یک قوم مطرح میشن باید اینها به استفاده کنه از افراد گوناگون شایسته و کارکن و زحمتکش و صادق به افغانستان و مردم افغانستان ببینید فضای سیاسی که امروزه حاکم در افغانستان هستند طالبان تا حدود بحث فساد که مطرح میکنن یک بحث واضی است 20 سال بیشتر از 20 سال رهبران جهادی و رهبران سیاسی که داد از مردم و داد از نیروهای انسانی یا جمعیت ملی اینها میزدن دیگر اینها در جامعه افغانستان به رسمیت نخواهد بود بلکه اینها بیشتر منافع خود دنبال میکردن اگر باز هم اونها بیایند در افغانستان حاکم شود و قرار باشد یک حکومت همه شمول و همه هم فراگیر شکل بدن متاسفانه مردمی که امروز در افغانستان مردم عامی که وجود دارد به فراموشی سپرده میشد و این باعث نگرانی و باعث بدبختی جامعه افغانستان خواهد بود پس بنابر این طالبان در تلاش باشد از افراد سودجو از افراد فاسدی که در حکومت قبلی بودند از اینها استفاده نکند اما افراد دیگر در درون افغانستان وجود دارد امروز جامعه که ما با شما زندگی میکنیم بدون افراد شایسته کارکن و زحمتکش در افغانستان اینها عملا حضور دارن اینها افراد نیستن که در افغانستان حضور نداشته باشد فقط یک قوم و یک طایفه در افغانستان حضور داشته باشد که اینها صادق است و قوم دیگر صادق نیستن بله با چه می میتوان بمبست سیاسی فعلی که ما در افغانستان با روبرو هستیم از این بمباس گذر کرد ببینید بعضی بیرون رفتن از وضعیت کنونی مشکل است اولا اینکه طالبان باید یک برنامه منسجم روی تمام حوزه ها داشته باشه چه حوزه اقتصادی چه حوزه سیاسی و چه حوزه فرهنگی در برای بیرون رفتن از وضعیت سیاسی که امروز است طالبان باید عملا وارد ایجاد گفتگوها و وارد ایجاد یک دولت همه شمول به خاطر مردم و به خاطر منافع مردم شد اما فراموش نکنیم اعضایی که شما طالبان انتخاب میکنید که امروزه حاکم در افغانستان هستند از اقوام دیگر به صورت سمبولیک و به صورت سیستماتیک نباشد اینها بینوان یک سمبول از از اقوام دیگر بین افراد انتخاب کنند به عنوان نماینده یک قوم در جامعه اینها انتخاب کنند در حالی که او چنین جایگاهی در افغانستان نداشته باشد پس اگر واقعا طالبان به دنبال بیرون رفتن از وضعیت کنونی هستند و حکومت دوامدار در افغانستان میخوان یک حکومت همه شمول به تمام معنا که همه اقوام افغانستان مثل برادر در او احساس شوند و برابری در وجود داشته باشند شکل بتن و وضعیت از بیشتر بحران آلود نکند اگر اینها برای حکومت شمول شکل ندهد متاسفانه ما به سمت یک بحران حرکت میکنیم که کنترل بحران در دست پاکستان، چین، هندستان، حتی آمریکا و شاید خارج باشد بله درسته تشکر از آقای مصطفی علیزاده استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی